سلام به بینندگان ارجمند مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر رو تقدیم می کنم بینندگان ابتدا مطلبی درباره برنامه های خودم روزای یکشنبه من دیگه برنامه نخواهم داشت از هفته آینده یعنی فردا روزهای دوشنبه و روزهای جمعه برنامه من خواهد بود روزهای دوشنبه از ساعت یازده صبح بعد از اخبار و روزهای جمعه از ساعت یازده صبح بعد از اخبار برنامه نگاهی دیگر را تقدیم شما خواهم کرد بپردازیم به بحث امروز بینندگان می دونین که چند روز پیش عربستان سعودی به ایران پیشنهاد میکنه که سطح تولید نفت خودش رو ثابت نگه داره و عربستان قول میده که تورید خودش رو اضافه نکنه و حتی کاهش بده این پیشنهاد است که عربستان سعودی میکنه ولی واقعیت ها اینه که تا به حال عربستان سعودی از یکی از شیوه هایی که بر علیه ایران و جمهوری اسلام استفاده کرده جنگ نفتی بوده و در این جنگ نفتی عربستان خواهان این بوده که اقتصاد ایران با فروپاشی روبرو بشه و در نتیجه رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه عربستان سعودی در سالهای گذشته به ویژه در زمان تحریم نفتی ایران تولیدات نفت خودش از 9.5 میلیون بشکه در روز به 11 میلیون بشکه اضافه کرد و بازارهای جهانی را آغشته با نفت خام عربستان سعودی کرد و باعث سقوط در واقع قیمت نفت در جهان شد یکی از دلایل سقوط قیمت نفت در واقع جنگ نفتی عربستان سعودی بر علیه ایران بود عربستان سعودی از سالهای 2011 تا 2015 از فروش نفت سالانه در حدود 320 میلیارد دلار درآمد داشته بینندگان یعنی در مدت چهار سال 2011 تا 2015 زمانی که ایران در تحریم نفتی بود عربستان سعودی درآمدی در حدود یک هزار میلیارد و صد میلیارد دلار داشته و این مطلب درست در سالهایی است که بحرانهای خاور میانه شروع میشه انقلاب مصر شروع میشه انقلاب تونس شروع میشه در لیبی شورش انجام میشه و در سوریه شورش انجام میشه و عربستان به خاطر اینکه این جنبش ها و این شورش ها سرایت به عربستان سعودی نکنن سالانه در حدود 100 میلیارد دلار در این سالها به مردم خودش هدیه پولی میده که مردم آرام بمونن ساکت بمونن 100 میلیارد دلار سوبسید به مردم میده و بودجه دولتی عربستان سعودی به یک بار به 250 میلیارد دلار در سال میرسه بینندگان ولی از طرف دیگه اینم واقعیت که 90 درصد از بودجه دولت عربستان سعودی در واقع فروش نفت وابسته به فروش نفت بدون فروش نفت اقتصاد عربستان سعودی میتونه سقوط بکنه عربستان سعودی در سالهای گذشته در حدود 750 میلیارد دلار ذخایر ارزی در داخل کشور داشته. و عربستان سعی میکنه با این پولهای نفتی جنگ یمن رو را بندازه که گفته میشه در جنگ یمن در حدود 70 میلیارد دلار تا به حال مخارج جنگ یمن شده منابع مختلفی از این صحبت میکنن عربستان سعودی در اوضاع داخلی مصر دخالت میکنه در کنار جنرال السیسی قرار میگیره به کودتا کمک میکنه و حمایت از کودتا میکنه و ده میلیارد دلار منابعی از 50 میلیارد دلار صحبت میکنند که به السیسی کمک مالی میکنه در همین سالاس با پولهای عظیم نفتی عربستان سعودی در واقع رهبران جهان عرب سیاستمداران پاکستان رو خریداری میکنه برای تخریب پروژه گازی ایران با پاکستان و میلیاردها پول به پاکستان میده فقط در یک نوبت عربستان سعودی 17 میلیون تن نفت خام هدیه میده به پاکستان و عربستان سعودی رهبران جهان عرب رو خریداری میکنه بر علیه جمهوری اسلامی فقط در سودان در حدود چهل میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه که بتونه البشیر رئیس جمهور سودان رو که در کنار جمهوری اسلامی قرار داشت اینا از جمهوری اسلامی جدا بکنه و بالاخره در کنفرانس سران اسلامی امسال در استانبول این عربستان سعودیه که اعلام میکنه که رهبر جهان اسلام و جهان اسلام در مقابل ایران قرار گرفته بنابراین سلاحی که عربستان سعودی یکی از شیوه ها و سلاحی که استفاده کرده جنگ نفتی بوده یک بار در زمان شاه چنین کاری رو کرد عربستان سعودی و اکنون این جنگ نفتی رو داره ادامه میده من کوتاه اشاره کردم عربستان سعودی سالانه تولید خوش از 9.5 میلیون به 11 میلیون بشکه اضافه کرد و هر روز 10 میلیون بشکه صادرات نفتی داره و بازار جهانی را آغشته با نفت در عربستان سعودی کرده در مبارزه با ایران و باعث سقوط قیمت نفت شده درآمد ایران در سال 2011 از فروش نفت 118 میلیارد دلار بود بینندگان عزیز در 2015 درآمد ایران به 40 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه یعنی 70 میلیارد دلار کمتر و این فروپاشی اقتصادی در ایران به وجود میاره و عربستان خودش رو پیروزمند در مبارزه با ایران میدونه ولی این هربه ای که عربستان ازش استفاده میکنه جنگ نفتی در واقع یک شمشیر دولوست بینندگان عزیز با کاهش قیمت نفت در سال 2015 عربستان فقط در سال 2015 و حتی امسال سالانه 150 میلیارد دلار کمتر نفت فروخته 150 میلیارد دلار سالانه کمتر نفت فروخته و عربستان در واقع 100 میلیارد سوبسیدی که به مردم خودش میداد هدیه میداد مجبور شده بخشی از این سوبسیدا رو قطع بکنه و خود طبیعتا در داخل کشور باعث نارضایتی و شورش خواهد شد و این در واقع همون شمشیر دولوه است که من ازش صحبت کردم و تا جایی که بانک جهانی بانک جهانی چنین اعلام میکنه که اگه سیاست های اقتصادی عربستان سعودی ادامه اید، پیدا بکنه و وابسته به نفت عربستان سعودی باشه در پنج سال آینده نه تنها 750 میلیارد دلار ذخایر ارزی عربستان سعودی نابود خواهد شد بلکه اقتصاد عربستان سعودی با مشکلات عظیمی روبرو خواهد شد در این شرایط که عربستان پیشنهاد به ایران میکنه که تولید نفت خودش را از 3 میلیون و 600 هزار بشکه اضافه نکنه و عربستان قول میده که سطح تولید نفت خودش رو در سطح 2016 نگه داره یعنی عربستان نفت خودش رو کاهش نخواهد داد همون 11 میلیون تن از تولید خواهد کرد و 10 میلیون بشکه را رو در روز همون 11 میلیون بشکه را تولید خواهد کرد منظورت بگم 11 میلیون بشکه را رو در روز تولید خواهد کرد و 10 میلیون بشکه را رو در روز صادر خواهد کرد و من باید به این مطلب اشاره بکنم که جمهوری اسلامی ایران قبل از تحریمها 5 میلیون بشکه در روز تولید میکرده و بیش از سه میلیون صادرات داشته و این یک و نیم میلیونی که سقوط کرد نفت ایران فروش نفت ایران سقوط کرد اینا عربستان به دست گرفت یعنی بازارهای جهانی ایران هم بخشی زیادیشو عربستان به دست گرفت و امروز عربستان میخواد در واقع نه تنها تولید خودش رو حفظ بکنه بلکه صادرات خودش رو بتونه حفظ بکنه یعنی ده میلیون بشکه رو در روز بفروشه طبیعتا من فکر نمی کنم حتی رژیم جمهوری اسلامی و دولت روحانی چنین چیزی را بپذیره چرا عربستان با چنین مشکلاتی روبرو شده بینندگان که چنین پیشنهادی را میکنه دست از جنگ نفتی میخواد برداره من یک بار اشاره کردم مخارج جنگ یمن ده میلیارد دلار بوده بینندگان عزیز سوبسیدایی که به مردم میداده مجبور شده این سوبسیدا رو قطع بکنه هدایا رو قطع بکنه و خطر شورش ها در داخل عربستان وجود داره عربستان در سالهای اخیر 150 میلیارد دلار فقط از آمریکا سلاح خریداری کرده عربستان در یک سال جنگ یمن سه میلیارد دلار از بریتانیا از انگلستان سلاح خریداری کرده و دو روز پیش آقای اوباما قانونی رو تصویب کرد امضا کرد که عربستان امسال یک بار دیگه یک میلیارد دلار از آمریکا بتونه تسلیحات خریداری بکنه بینندگان جالبه در نشست کم در ماه مه سال گذشته 2015 طبق اعتراف خود سیاستمداران آمریکا نشست کم دیوید تبدیل به بازار فروش اصله به عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شده بود بینندگان عربستان همطور که من چندین بار در بحث‌های خودم گفتم این سلاح‌های زیاد و به خاطر این خریداری نمی‌کنه که به اسرائیل حمله بکنه یا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حمله بکنه یا به مصر یا پاکستان حمله بکنه این سلاح ها رو خریداری میکنه برای حمله به ایران یا جنگی که احتمالا ممکنه بین عربستان و ایران در بگیره عربستان امروز مشکلات زیاد مالی برش به وجود آمده عربستان امروز در سه جبهه جبهه با شکست رو در جبه اول در توافق اتمی با ایران در شکست رو با شکست رو میدونیم که عربستان مخالف توافق اتمی با ایران بود ولی دولت اوباما این توافق اتمی را انجام داد اینه که تا به حال آمریکا به شدت از عربستان سعودی حمایت میکرده و تا به حال حمایت میکنه یکی از دلایلش این بوده که در سالهای 1960 تولید نفت آمریکا 3 درصد کاهش پیدا میکنه و آمریکا احتیاج به منابع جدیدی برای تأمین تأمین احتیاجات نفتی خودش داره و به خاطر همین یکی از این منابع عظیم جهانی عربستان سعودی بود بینندگان عزیز ولی امروز عربستان سعودی با ارزش های مشترک آمریکا هیچ گونه تطابقی نداره ارزش های مشترک رو نمیپذیره عربستان امروز خود نسخه ای از داعش و حکومت اسلامی است و آل سعود نظام خودکامه ای هستند که هر گونه آزادی آزادی بیان و آزادی های دیگر را در عربستان در واقع سرکوب می کنن. و امروز حمایت آمریکا از عربستان سعودی نخنما شده و بیرنگ شده و این در توافق اتمی به خوبی مشاهده میشه عربستان سعودی در دو جبهه دیگر در منطقه در خاور میانه با شکست رو بروز. در جبهه جنگ یمن با شکست رو بروز. عربستان خواهان این بود که در چند هفته بعد از جنگ یمن منصور الهادی رئیس جمهور این کشور رو دوباره به کاخ ریاست جمهوری به سنا وارد بکنه ولی امروز یک و نیم سال از جنگ یمن میگذره و به این هدف خودش عربستان دستیابی پیدا نکرده عربستان به خاطر اینکه چنین مطرح بکنه که باعث شکست جنگ ایرانه چنین مطرح میکنه که ایران و جمهوری اسلامی سلاحهای بسیار بسیار مدرنینو به حوثی های یمن تحویل میده سلاحهای بالستیکی موشک های بالیستیکی تحویل میده به یمن انتقال به یمن میده طبیعتا در این شکست یمن باید توجیه برای شکست جنگ باشه و اون جمهوری اسلامی و کمک های به اصطلاح کمک تسلیحاتی ایران به حوثی های یمنه همین چند روز پیش عروسک خیمه شبازی عربستان منصور الهادی رئیس جمهوری این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین مطرح میکنه من نقل قول میکنم از منصور الهادی میگه باید یمن را از چنگ ایران در بیاوریم یمن را از چنگ ایران در بیاوریم بینندگان آیا این واقعیت حرفی که الهادی میزنه به نظر من تمام راه های یمن به روی ایران بسته شده ایران نمیتونه تسلیات وارد یمن بکنه ولی همونطور گفتم جنگ روانی باید در بگیره و شکست جنگ عربستان در سعودی باید به طریقی توجیه بشه عربستان سعودی در سوریه هم با شکست رو بروست عربستان سعودی در کنار رادیکالترین نیروهای افراطی احرار الشام ارتش ملی و جیش الفد در سوریه قرار داشت عربستان سعودی فقط در سال 2015 700 میلیون دلار به شورشیان در سوریه کمک کرد و امروز نه تنها بشار اسد سقوط نکرده بلکه شورشیان در حلب و ادلیب در محاصره بر, بر ارتش بشار اسد قرار گرفتن و امروز روسیه تعیین کننده سیاست نظامی و دیپلماتیک در داخل سوریه شده بانکیمون در روز چهارشنبه شدیدن به کشورهایی که در سوریه جنگ نیابتی انجام میدن حمله کرد منظورش عربستان سعودی ایران و حتی روسیه و آمریکا بود بانکیمون در ماه آوریل هم نام عربستان سعودی را به نام ج... به عنوان جنایت جنگی در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار داد ولی با تهدید عربستان تهدید اینکه حمایت مالی خودش را از سازمان ملل متحد قطع خواهد کرد در واقع بانکیمون نام عربستان را از لیست سیاه خارج کرد بانکیمون چنین مطرح کرد در, اون رو در همون زمان میگه تحت فشار غیر قابل قبول عربستان مجبور شده چنین کاری بکنه تحت فشار غیر قابل عربستان غیر قابل قبول عربستان مجبور شده چنین کاری انجام بده عربستان همزمان تهدید میکنه سازمان ملل متحد که 56 کشور اسلامی سازمان ملل متحد تحریم خواهند کرد عربستان سعودی با پولای نفتی یا سیاستمداران میخره یا تهدید میکنه و حتی آمریکا رو تهدید میکنه اگه یادتون باشه در ماه آوریل کنگره آمریکا یک طرح قانونی را به تصویب رسوند که بازماندگان یازده سپتامبر بتونن در دادگاه های آمریکا از عربستان سعودی به خاطر نقش عربستان در 11 سپتامبر شکایت بکنن بلافاصله عربستان سعودی در واقع آمریکا رو تهدید میکنه و الجبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی چنین مطرح میکنه که در صورتی که این مصوبه کنگره قانونی بشه عربستان سعودی دارایی های خودش 750 میلیارد دارایی خودش در آمریکا به فروش خواهد رسوند ولی آقای اوباما امروز دو روز پیش در واقع مصوبه قانونی کنگره رو وتو کرد حتی آقای اوباما نمیتونه تکذیب بکنه که عربستان سعودی در 11 سپتامبر نقش نداشته اسناد سازمان های جاسوسی آمریکا، سازمان های مخفی آمریکا چنین مطرح میکنن من به یکی از این اسناد اشاره میکنم این اسناد میگن کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی هرسگوین توجه بکنین کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی هرسگوین که رئیسش در یازده سپتام سلمان پادشاه امروز عربستان بوده در زمان ترورهای یازده سپتام به تروریست ها کمک مالی و لوجستیکی میکرده اینا اسناد در واقع سازمان های مخفی عربستان میگن و چنین مطرح میکنن که عربستان نقش اساسی را رو در 11 سپتامبر بازی میکرده حتی روزنامه ایندیپندنت به این مطلب اشاره میکنه در 24 آوریل امسال که نمایندگان وزارت امور اسلامی عربستان که در لباس دیپلماتیک در واشنگتن خدمت میگردن اینها در واقع حامی تروریست های 11 سپتامبر بودن کمک مالی میکردن و کمک لوجستگی میکردن اینا ایندیپندن روزنامه ایندیپندن میگه بوب گراهام رئیس کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر سناتور سابق آمریکا در روز دو جوان امسال به تلویزیون آلمان چنین میگه توجه بکنیم ببینید آقای بوب گراهام چی میگه رئیس کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر آقای گراهام میگه تاریخ 11 سپتام باید دوباره نوشته بشه آقای گراهام ادامه میده نه تنها افراد بلکه دولت عربستان سعودی در 11 سپتام نقش داشته است بوب گراهام به اشاره با مخالفت اوباما با انتشارات با انتشار اسناد سازمانهای مخفی آمریکا چنین نتیجه گیری میکنه من نقل قول از بوب گراهام میکنم میگه زن من این است که نمیخواهند به روابط آمریکا و عربستان ضربه بخوره عربستان سکوت آمریکا رو به عنوان زیگنالی میتونه میدوند که عربستان هرگز تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت عربستان بدین ترتیب به کمک سازمان های تروریستی ادامه خواهد داد یک بار دیگه نقل قول میکنم زن من این است که نمیخواهند به روابط آمریکا و عربستان ضربه بخوره عربستان سکوت آمریکا را به عنوان زیگنالی میدونه که عربستان هرگز تحت تعقیب آمریکا قرار نخواهد گرفت عربستان به ترتیب به کمک سازمان های تروریستی ادامه خواهد داد بینندگان سوال در اینجاست چرا آمریکا با تمام قوا امروز از عربستان حمایت میکنه یک دلیلش اینه که کابوس عصبی که در میانه بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد کابوسی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و عربستان رو در برگرفت گرفت و حتی اسرائیل رو در بر گرفت این یکی از دلایلی که باید به اون اشاره کرد دلیل دیگر حمایت شدید آمریکا از عربستان سعودی نفوذ و قدرت صنایع نظامی آمریکا در سیاست آمریکا هستند بینندگان عزیز ما میدونیم سود فروش این تسلیحات به جیب صنایع نظامی آمریکا میرسه آیزنهاور رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1961 یک خشدار داهیانه به این نفوذ مجتمع سنای نظامی آمریکا مجتمع سنای نظامی آمریکا در سیاست آمریکا میکنه و اون میگه نفوذ این نفوذ مجتمع صنایه نظامی بسیار خطرناکه امروز به نظر میرسه که رؤسای بعد آمریکا رؤسای جمهور بعد آمریکا در واقع از این هشدار آیزنهاور نصیبی نبردند یا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار گرفتن که نمیتونن بر این مجتمع چیره بشن بینندگان فرصت برنامه من همینجا به اتمام رسیده یک بار دیگه برنامه های من روزهای دوشنبه از ساعت 11 بعد از اخبار خواهد بود و روزهای جمعه از ساعت 11 بعد از اخبار تا برنامه آینده بدرود